شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. اول از همه ممنونم برای همه کمک های بی‌دریغتون. من 51 سالمه و امریکا زندگی میکنم. یه مسئله اکچولی مشکل نیست، فقط یه راهنمایی از شما میخوام در مورد پسرم که ایشون 24 سالشونه و الان دانشجو هستن، دانشجوی مستر. ایشون چه 2-3 سالی هستش با یک دختری دوستن که این دختر خانم از سن 3 ماهگی توسط پدر و مادر امریکایی که اساتید دانشگاه هستن و این پدر و مادر به دلیلی که بچه دار نمی شدن یه سفر به چین داشتن. دختری که فعلا دوست دختر پسر من هسته در سن 3 ماهگی و یک دختر دیگه در سن 3 سالگی آداپت کردن و آوردن اینجا. سو این دخترها اینجا بزرگ شدن و دانشجو هستن و اینجور مسائل. و چند سالشه این دختر خانم؟ همسن پسر منه، 24. توی مدرسه، توی دانشگاه با هم آشنا شدن، یکی 2 سال هم دیگر رو میشناختن، بعد الان نزدیک 3 ساله که دوست دختر و پسر هستن. یعنی گاهی اوقات با هم زندگی میکنن، خونه هم دیگه میرن، دختر پیش ما من اومده. نه اونا رو متوجه هستم. به من بفرمایید دختر خانم از نظر ظاهر به صورت مثل یه دختر چینی میمونه دیگه، درسته؟ 100%. بعد ولی اخلاق یا لهجه یا گفتار هیچی نداره، اما ظاهر کاملا. حالا بذار من ازتون یه سوالی بکنم. شما میدونید که این دختر دختر بچه وقتی 3 ماهه بوده چرا برای فرزند خواندگی گذاشته شده که اینا اون رو گرفتن؟ یعنی پدر مادر چه شدن؟ چی راجع به پدر مادرش، خانوادهش میدونید؟ این مسئله منه که به خاطر همین من به شما زنگ زدم، به خاطری که خود دختر، یعنی هیچ کس نمیدونه پدر مادرش کی هستش. اون زمان خودش برای پسر من تعریف کرده که در اون زمان توی چین هر بیشتر فامیلا که مثلا دختر دار می شدن دختراشون رو برای آداپشن می دادن به شرکت های مختلف. ما درسته، این حرف درسته. سیاست یه دونه فرزند بوده و اون یه دونه فرزند رو خانواده ها ترجیح می دن پسر باشه. حتی در دوران بارداری اگر دختر بود که متوجه می شن سخت می کردن یا بعدا اون رو می دادن، معلومه. حالا ببینید عزیز، این هیچی نمی دونید که هیچی نمی دونید. مهم اینه که الان این دختر خانم با توجه به شرایطی که داره که یک دختر چینی است در یک خانواده، ای درست فهمیدم، مثلا امریکایی و با پدر و مادری که چینی هستن بزرگ شده، مهم این است که چون به هر حال یه موضوع و مسائلی داره، برای که خب هر کسی که اونا رو ببینه متوجه میشه که فرزند خوانده است و مسائلی حرفای زده میشه برخی از اوقات خیلی خودخواهانه بیمارگونه که به بچه‌ها تو این دورهای مختلف آسیب میزنه. الان بیاید فرض رو بر این بگیریم که پسر شما با یه دختر خانم چینی دوست است و اینقدر به هم نزدیکند و به گفته شما با هم زندگی میکنن. موضوع و مسئله ای که در کلیتش دارید تو متوجهم، ولی موضوعی که واقعا این دختر خانم الان کی هست و چگونه زندگی میکنه و عمل میکنه سواله. اون رو شما درست، غلط، خوب، بد، زشت، زیبا چگونه میبینید؟ بالا از لحاظ رفتار و عمل بهترینه. من هیچ مشکلی باهاش ندارم، پسرم هیچ مشکلی باهاش نداره. چندین سال هم دیگر رو میشناسن، نقاط ضعف و نقاط قوت هم دیگر رو خیلی خوب بلدن. پسرم به من میگه که مامان خیلی به من کمک میکنه از لحاظ فکری، خیلی وقتا من راحت میتونه آروم کنه. خب 100% یه سری مشکلات هم داره دیگه، هر شخصی داره. مسئله من با این اینه که، یعنی
چون که دانشجوی پزشکی هستش، الان هیچ مسئله که با هم ازدواج کنن و این پیش بیاد و اینا رو با هم ندارن. فقط یه دفعه پسر من منشن کرد که ما یه با هم صحبت میکردیم، تصمیم گرفتیم که کلن زندگیمون شرق امریکا باشه و من بهش گفتم که برای آیندهتون واقعا برنامه داریم که مثلا ازدواج کنید و اینا. گفت ما هیچ وقت عمیق راجع بهش صحبت نکردیم و حالا که هر دوتامون داریم درس میخونیم نمیدونیم آینده چیه. آیا پسر شما هم دانشجوی دانشکده پزشکیه؟ نه، ایشون دارن فوق لیسانس کامپیوتر ساینس به فارسیش علوم نه مهم نیست خب. نه خب خب یعنی خب دوتایشون برای لیسانس میخواستن برن برای پزشکی، یعنی دوتایشون هم رشته بودن، ولی پسر من متوجه شد که علاقه به پزشکی نداره، شروع کرد برای کامپیوتر ساینس و دختر راه خودش رو ادامه داد. خب حالا الان موضوع الان موضوع یعنی پرسش چی یا مسئله چی عزیز؟ بله، پرسش من از شما اینه که اگر این کس این ماجرا به ازدواج ختم بشه، چه آزمایشایی ما میتونیم بکنیم که اینها مثلا بعداً با مشکل روبرو نشن؟ خیلی خیلی کم، خیلی کم، اونم برخی از چیزها رو میشه چک کرد، ولی آزمونی وجود نداره که ما بتونیم از این طریق سابقه پدر و مادر، مسائل، مشکلات، بیماری های اونا رو پیدا کنیم. نه، خیلی کم، اگر تازه چیزی باشه. از اون گذشته معلوم نیست که آنچه که همکنون هست با آنچه که ارثی هست با هم در ارتباط باشن یا اونا موجب شده یا فعلا هست. خیلی به جایی نمیرسید عزیز، چون اگر اطلاعی ندارید و خودشون هم ندارند، با توجه به آنچه که بوده اون کمکی نمیکنه. مهم اینه که الان چه هستن، چون خیلی از اوقات چرایی میتونه مهم نباشه یا اصلا مهم نباشه. فرض کنید شما دختر خانم بیان الان تستای روانی بدن، مثلا تست شخصیتی که بسیار کمک، چون معلوم تست برای هوشی و عقلی و اینا که خیلی خوبه، تست روانی بدن، اگر فرض کنید اختلال شخصیتی نداره دیگه هیچ، یا اگر فرض کنید حالاتش زمینه ای از فرض کنید استراب و وسواس و دو قطبی بودن و اینا رو نشون میده، هیچ. و اینا چیزیست که حتی توی 2-3 ساعت یک روانشناس آگاه میتونه به شما بگه. به احتمال 95%، 98% موضوعی نیست که اصلا توجه رو و یا نگرانی رو موجب بشه. بنابراین الان خودش رو ببینید کجاست. اینکه پسرتون میگه نمیدونم من آرامه، اونا مهم نیست، چون آدم ها میتونن مشکلات روانی داشته باشن به دیگران آرامش هم بدن، اون مبنای کار من نیست. یه ارزیابی روانی خودش الان اگر بخواد هست، ولی خب این باید در یه چارچوب بگیره که بوی بد و منفی و توهین آمیز نداشته باشه. بعدم اگر علائم و نشانه هایی نیست، نه، اگر شما فرض کنید من و شما درد سر یا درد شکم نداریم، که قرار نیست بریم دکتر بگیم نمیدونم تستای مختلف بکنید ببینید ما چمونه، ببینید که با اون نگاه کنید. به من میفرمایید ای چه بهتر بود که ایرانی بود، چه بهتر بود خانواده و پدر مادر رو میشناختیم، چه بهتر بود اگر تو خانواده خوب پدری و مادری بود. همه رو میفهمم عزیز. بعدم به من میفرمایید یه علامت 10-20% سوال هست. بعدم خود مسئله پسر شما کنار یه دختر چینی، درسته در امریکا موضوعی نیست، ولی به هر حال از نظر خیلی ها توجه رو جلب میکنه یا سوال رو برمی‌انگیزه. بعدم بچه هاشون مسئله است، بعدم حالا این خانواده که او رو بزرگ کردن سفید پوستن یا سفید پوست نیست؟ نه، سفید پوستن. خیلی هم خیلی انسانهای منطقی هستن. البته من هنوز ملاقاتشون نکردم، ولی باهاشون صحبت کردم، هر دوتا از اساتید دانشگاه بودن. بسیار عالی، بسیار عالی. اگر چون ببینید از نظر ظاهری برای من باز مطرحه، چون یه مخلوطی برخی از اوقات از نژادهای مختلف یا ملیتها مسئله میسازه، ولی اگر پسر شما با این دختر خانم مدت هاست که با هم هستند و با هم دوست هستند و
جنبه های مختلف رو تجربه کردن، خودشون میتونن بگن که این رابطه رو 100% میدونن، 90% میدونن، 70% میدونن، بر مبنای اون میشه نظر داد و تصمیم گرفت. ولی اینکه شما بخواید دنبال تست و آزمونی برید که آیا یه چیزی که پنهان هست یا در خانواده بوده وجود داره یا نه، ابدا جایی نداره. بر فرض که باشه یک معالجه میکنیم، دو جدا میشن. این دیگه تو دنیای امروز ما تا زمانی که فکر کنیم همه چیز خوب و درسته در این گونه موارد رضایت توافق عمل میکنه کار میکنه، نشدم به هر حال به همش میزن. همه ما میتونیم هر چیزی که میخریم فکر کنیم ای کاش یه ذره کوچیکتر بود، بزرگتر بود، ارزونتر بود، نمیدونم رنگش شفافتر بود، نبود. خب این دنیایی است که به ما یه چیزایی رو پیشنهاد میکنه. پسر شما هم رفته سراغ یه دختر چینی، حالا چرا از اون انتخابگره جای گفتگو داره، ولی چرا؟ بعد خب به هم نزدیک شدند و این چنینی که شما میفرمایید با هم بودند و هر دو فرض کنید دانشجویان خوبی هستند. البته رشته دختر خانم برای من موضوع است، برای که سالهای طولانی طول میکشه یک، و بعدم به هر حال مسئولیتاش یه مقدار کار پدری یا مادری فرق نمیکنه، ولی در خصوص مادری رو سختتر و سنگینتر میکنه. اینکه او میدانسته از کی نمیدونم که فرزند خوانده است یا نه، چه تأثیری روش داشته. و بعد گفتم اون چی که هرچی بوده الان باز یاد دید برآیند همه اون حوادث و اتفاقات و نیروها او رو به کجا رسونده. اون رو چک کنید اگر فرصتی بهانه‌ای دلیلی پیدا شد، اگر نه که هیچ. خیلی متشکرم. فقط من مشکلم این بود که مثلا ببینم میتونم ببینم که از لحاظ وراثتی نه دنبال اون نری، نه اون چیزی رو نشون نمیده. بعدم مواردی که تازه اگر هم که کمی بعض وقت پیدا میشه 1-2% است یا چند درصدی است در خصوص برخی از موضوع، و تا اون حد نه شما پیش میتونید برید نمیتونید درخواست کنید، برای که اون خیلی چیزهای دیگر رو خراب میکنه. بعدم عرض کردم که کمی ما در دنیایی هستیم که شاید باید قبول کنیم که ما بر اساس آزادی و رضایت و موافقت کامل ازدواج میکنیم، و هر زمانی که اینا به هم میریزه میتونیم با یه مواظبت و مراقبتی اگر درستش نتونستیم بکنیم جدا بشیم. نه ازدواج رو اونقدر مهم کنیم که مثل اینکه همه چیزه، و نه طلاق رو اینقدر مهم کنیم که مثل اینکه همه چیز رو خراب میکنه. نه من فقط مشکلم با بچه هاشون در آینده مثلا. خب اون به هر حال هست، حتی بچه هاشون همینقدر که شکلشون یه مخلوطی هست مسئله دارند عزیز. اینا واقعیاتیست که هست، ولی خیلی از اوقات بسیاری بهش نه اهمیت میدن، بعدم مثل هر مانع و مشکلی ما توان مقابله با اون و یا حل مسئله یا رفع مشکل رو داریم. به همچه که ببینید من قاعده‌ای که دارم البته برای خودم یه مقدار جدیست، برای که هزاران بار دیدم حرف درستیه، کاری رو که نمیخوای تموم کنی نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی شروع نه. بنابراین من اگر کسی هستم که تفاوت نژاد رو یا تفاوت مذهب رو یا هر فاصله و تعارض دیگری رو در یه رابطه به گونه‌ای میبینم که شاید نتونیم، نخواهیم، نشه، نباید، خب نباید شروع کنیم. چون رایلا بعد از که شروع کردیم حالا دیگه خیلی از اوقات امکان برگشت و بازگشت نه، درست پس که همینجوری بیایم توی فرودگاه سواری هواپیمایی بشیم، خب احتمالی که ما رو به مقصدی که میخواییم برسونه فعلا با این هواپیما کمه. ولی خب ما در دنیا هستیم که چک میکنیم. ولی وقتی پرس کنید یه پسری یا یه دختری میره سراغ یه دختر اورینتال یا پسر اورینتال، از قبل باید بدونه که من دارم درگیر یه رابطه‌ای میشم که با خودش موضوع و مسائلی داره، حتما هم داره. و خب ایشون حالا بسته به اینکه از چه سنی میدونسته فرزند خوانده است یا نیست، پدر مادر چگونه بودن، مثلا چون اگر اشتباه نکنم گفتید یه بچه دیگه ای رو هم برداشتن، یعنی یه 3 ماهه 3 ساله آوردن، حتی نوع فرض کنید رابطه اونا با هم خیلی بیشتر مهمه تا اینکه ما یه اطلاعاتی کمی از نظر ارسی بتونیم پیدا کنیم. ولی دنبالش نرید عزیز. حالا که پسر شما تصمیم گرفته یه کاری به قول معروف قهرمانانه بکنه و سراغ یه ناشناخته بره، شما هم ببینید که چه خواهد شد. امیدوار به بهترین باشید. حالا شاید من به عنوان یه مادر نگرانم، شاید اصلا این مسئله پیش نیاد،
ولی خب چون خیلی به هم علاقه دارن و چون گاهی اوقات با هم زندگی میکنن و نه دیگه رهاش کنید دیگه، کار از کار گذشته عزیز. آره و این دختر خیلی به غذاهای ایرانی میپزه، خیلی سعی میکنه خودشو نزدیک کنه، ولی خب حالا دیگه به قول شما دیگه دکتر. من اگر وقت دارم میتونم یه سوال خیلی کوچیکی دیگه از شما بکنم؟ بفرمایید. ممنون میشم. من خودم به عنوان یه ترینر هستم توی یه مرکز آموزشی هم که با بچه های سنای از نوزاد تا مثلا 15 ساله توی مرکز آموزشی ما هستم و من معلم‌ها رو ترین میکنم. توی گفته های شما چندین نوبت شنیدم که بچه های مثلا 2 ساله، حالا دقیقا ایجشون رو یادم نیست ولی مد نظر من الان 2 ساله ها هستن، چون که چند تا معلم 2 ساله دارم باید اینا رو ترین کنم. و ترین برای چه چیزی؟ برای مدرسه، برای بودن با بچه ها. یعنی چی؟ آخه این که مقدار زیادی طبیعیه، یعنی 2 تا بچه رو بعد از 18 ماهگی کنار هم بگذارید بلافاصله شروع میکنن رابطه برقرار میکنن، باز برای ترینینگ و چه احتیاج داره مقصودتون؟ نه واقعا از این ترینینگ من مسئولم که معلم هایی که با این بچه ها توی کلاس هستن معلم ها رو ترین کنم. و شما چون که فرمودین که بچه های 2 ساله باید یه مقدار آزادی داشته باشن، بله آزادی خیلی زیادی داشته باشن، سوال من اینه که این آزادی فقط در خانه هستش یا توی مدرسه هم باید؟ نه تو مدرسه هم هست، فقط قواعدش کمی فرق میکنه دیگه. درست مثل این مونه که شما یه آزادی دارید توی منزلتون یا آزادی دارید تو خیابون، ولی حتما مسئله اصلی و اساسی بین 1 تا 3 سالگی دادن یه فرصته. ببینیم ما در دنیایی هستیم که میتونیم فرض رو بر این بگیریم که بچه میتونه 30 جور بازی کنه یا 30 جور فعالیت داشته باشه، ولی 10 جورش سبب اختلاف میشه یا ناچار باید قواعدی براش وضع بشه که محدودش کنیم. اونو تو این سنین باید حذف کرد برای که نباید به اونجا. ولی وقتی شما برسید به 5-6 سالگی، حالا 5 تا از اونام باشه اشکال نداره، آنچه که میفرمایید به این صورت است که بین 14 ماهگی، یعنی از وقتی بچه دیگه راحت راه میفته، تا به 36 ماهگی تا کمی هم بیشتر میرسه، موضوع اصلی و اساسی آزادی علت شده که داره پروبال پیدا میکنه و اون شاید بیش از آنست، یعنی داره یک جوجه است که تا به حال اوریان بوده حالا داره پر پیدا میکنه. اینکه ما کنارش بشیم از ترس اینکه این پرا مسئله میشه، بعد پرواز میکنه، بعد میره، بعد گم میشه، بعد چنین و چنان میشه، نباید این کار کرد. به همچنین که بزرگترین آسیب در 1 تا 3 سالگی 2 چیزه: یک، آزاد نبودن کودک، هی بکن و نکن و باید نباید، و دوم مشکلی که اگر پیدا کرده درباره عمل دفع یا مدفوع. این 2 تا عاملن که 15 تا گرفتاری و بیماری رو بیش از هر دوره دیگه در زندگی به وجود میارن. بنابراین من اگر مسئول بچه های 1 تا 3 ساله باشم، شرایطی رو به وجود میارم که اینا به هم و به خودشون آسیب نزنن. فرض بفرمایید یکی از بهتریناش این است که مثلا روزی 1 ساعت 2 ساعت تو استخر باشن، چون آب و شرایطی که اونجا دارن، هم بازی داره، هم ورزش داره، هم حرکت بدن داره، هم به خاطر اینکه وزن بدن به اندازه وزن آب هم حجمش ازش کم میشه، فعالیت بیشتری میتونن بکنن با خستگی کمتر، ولی همچنان ماهیچه ها رو بسازن. یعنی فرض کنید همچه کاری تا اینکه بیام یا درگیر یه بازی که به هر حال اونقدر برخورد نداره، حتی 2 طرف مثل والیبال همکاری میکنن ولی علیه طرف مقابل، تا مثل فوتبال و بسکتبال که به هم بریزن. چون بسیار مهمه مسئله واقعا اون چیزی که به عنوان آغازگری و خلاقیت بخصم بین حتی 3 تا 6 میگیم و کریتیویتی، یعنی بچه برسه برای که اینیشیتیو بشه و اینیشیت کنه، آغاز کنه، آغازگر باشه و بعدا خلاق باشه، اینا هست که پروبال بهش میده و رشد کنه. بنابراین تا اونجایی که ممکنه نه نباید گفت، تا اونجایی که ممکنه قاعده و قانون نباید وضع کرد، تا اونجایی که ممکنه، وقتی لازمه اون قصه دیگری است. ولی به هر حال مسئله اصلی و اساسی واقعا آزادی و دخالت نکردن تو کارشون هم برای برخی از موضوعات که اصلا فرض کنید یکی بچه است که در 5 دقیقه
نهارشو میخوره یکی در 10 دقیقه، به هیچ کدومشون نباید کاری داشت چون هر کدوم خب دلایل ببینید چون خودشون داره. بله چون که حالت مرکز آموزشی هست ما یه سری قوانین داریم، مثلا بچه غذاشو این ساعت که میخوره خب دیگه اون قوانین زوره عزیز. نه نه بذارم چرا رفت. نه ببینید قانون مثلا خدمتتون عرض کنم، متاسفانه چون فرمودید کوتاه ما پیاپار داریم میزنیم. ببینید عزیز مسئله چیز دیگه است، مسئله این است که مطالعات نشون میده 90% قوانین بیمارستان ها فقط به خاطر حمایت از کادر بیمارستان و پزشک و پرستاره. مریض بفرمایید. خب شما به من میفرمایید قانون دور بزنید، چرا خدمت هست تا اونجایی که ممکنه به من میفرمایید یه دونه نشستن قانون وضع کردن، من مطمئن نیستم که اونقدر آگاه و دانا باشن و به این مسائل آشنا باشن. علاوه حالا که من قرار این قانون رو پیاده کنم با توجه به یه اصل و اصولی که میدونم، اون قابلیت انعطافی که هست رو به کار میگیرم. ولی اگر فرض بفرمایید اونا دلیل این که در مورد غذا این تصمیم رو گرفتن و این حرف رو زدن به خاطر اینکه فکر کردن از این طریق کمترین آسیب و بیشترین و بهترین نتیجه رو میگیرن، ولی وقتی اون رو میخوایم پیاده کنیم برخی از اوقات اصلا فرق میکنه که شما با چه گروهی سر کار دارید. فرض کنید شما یه گروهی هستید که بچه‌ها گرسنه هستن، تو خانواده‌هایی هستن که دعوا و اختلاف هست و مشکلات مالی هست، تا یه گروه دیگری که نیستن. خب من اون بچه فرض کنید 2 ساله در اینجا نسبت به غذای نگاهی بسیار متفاوت داره، بچه‌ای که همیشه برای خوردن و نخوردن مسئله داشته تا بچه‌ای که هر وقت خواسته یه چیزی خورده، هر وقت خودش دلش خواسته رفته مثلا از یه جایی برداشته، به همجاست که اون قابلیت انعطاف. مسئله اصلی و اساسی، جمله رو تکرار میکنم، 2 چیزه. بچه بین 14 تا 36 ماهگی 2 چیز میخواد که مانع 15 تا بیماریش بشه: آزادی و نداشتن مشکل عمل دفع. این دو تای انجام بشه ما 90% جلو میریم. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. منم به همچنین